عرض میکنم صبحتون بخیر گروه پرستشی، مرسی، خوش اومدین. اگر کتاب مقدس همراهتون هستش، عبرانیان 12 شماره 15، یک باب کوتاهی هستش که با هم میخونیم. شما تو زمانهای متوالی توی اخبار چیزهایی رو میخونین راجع به پدری بودش که پسرش رو کشت و این برمیگشت به این که قانونهایی که گذاشته بودن درست پیش نمیره و مشکلات زیادی تو خانوادهشون بود، تنفر، حسادت و این داستانهایی هستش که میشنوین هلند و بلژیک، میشنویم که خیلی مشکلات زیادی دارن. نه که بخوام راجع به خانواده ها صحبت بکنم، ولی اگر یک بار قلبمون رو به تنفر و خشونت بسپاریم، اونجاست که دیگه مرزی برامون وجود نداره. نلسون ماندلا کسی بودش که از نظر روحانی بسیار قوی بود، 27 سال توی زندان بود فقط به خاطر این که زده یک گروه دیگه حرکت میکرد و چیزی که گفته بود چجوری تحمل کرد که تنفر پیدا نکنه و عصبی نشه نسبت به آدم ها، گفتش که من باید ببخشم وگرنه پیروز نمیشم. اینا کلام های بسیار زیبایی، جملات بسیار زیبایی هستن که کسی میگن من باید ببخشم وگرنه نمیبرم میشم. و کلینتون اون موقع گفتش که شما به ما یاد دادی زمانی که میبخشی که قومی میتونه آزاد بشه، تو یاد دادی به خاطر بخشش یک قوم میتونه آزاد بشه. این دقیقا پیام انجیل هستش. دقیقا تو یوحنا 3 هم میگه که خداوند انقدر دنیا رو دوست داشت که پسرش رو داد. ما هممون گناهکار هستیم، حالا هرکی بیشتر یا کمتر، و به خاطر همین خداوند رو تجربه نمی کردیم و هزینه ای رو که داد خداوند با همون میاد و در ارتباط میشه و بین ما و خداوند ارتباط برقرار میشه و ما میدونیم که شرایطی هستیم که جلو پیش میریم. وقتی که تنفر ایجاد میشه باعث میشه که فاصله بیفته. وقتی که میبخشیم خداوند بهمون نزدیک میشه، خداوند میخواد کمکم بکنه. عبرانیان 12:15 مواظب باشه که کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ ریشه تلخی نمو نکند، مبادا موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کند. خدای دعاوند دعا میکنم که مرهم باشید امروز برامون و کمکمون بکنین، قلبمون رو آزمایش بکنین. خدا کمکمون بکن که آدم ها رو ببخش. در نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. اگه کسی هستش که میخواد واقعا ببخشه، فقط خداوند. خداوند قلب بسیار بزرگی داره و میخواد که واقعا آدم ها رو ببخشه. حالا اولین چیزی که میخوام نگاه بکنیم اینه که چجوری میتونیم تنفر و مشکلات رو باهاش کنار بیاریم. از وقتش داستانها رو که میخونم توی اخبار میگن که او چقدر بد میتونه پیش بره تو شرایط تو خانواده ها. یه موقعی هستش که یک ریشه دوونده از تنفر و باعث شده که این اتفاق بود. احساس میکنیم که آزار دیدیم یا اینکه حقمون نبوده، حتی تو خانواده، تو زندگی زناشویی، حتی تو کلیسا، تو محل کارتون. این درس برای من و شما. اگه فکر بکنیم به نلسون ماندلا چجوری 27 سال تونستی تحمل بکنی و قلبت رو راست نگه داری که بدونی با اینکه حقت نبوده که توی زندان بمونی، قلبتون رو درست نگه داری. این زمانی که بدونین که وقتی که حقتون نبوده که مثلا توی زندان باشی یا هر اتفاق دیگه، کار بدی انجام ندادید یا اشتباهی نکردی، میخوای که خیلی سریع قضاوت بکنیم. داره به اون موقع همه میدونیم که قضیه از چه قرار هستش. اون موقع همه سفید پوستا بودن و نمیخواستن که واقعا به سیاه پوستا کمک بکنن. گفته که من باید ببخشم وگرنه زنده نمیمونم.
این افکار من و شما بود بشه. کشیش میشه هم راجع به صحبت میکنه با عنوان یک مسیح، بعد یاد بگیریم که ببخشیم میگن زنده نمونیم، این نقطه هستش که تو زندگی اومد یادش بگیریم. اگر یک بار نتونیم کسی رو ببخشیم و نتونیم کسی رو ببخشیم، این خیلی عمیق میشه. داستانی خوندم راجع به دو تا خواهر که 15 و 16 ساله بودن، دوست داشتن که برقصن، دو تا خواهر، شروع کردن که شعر خوندن تو حیات و بعد شروع کردن این آهنگ رو تو یوتیوب گذاشتن. قبل خانوادهشون وحشتناک بود که و کشتنشون، برای اینکه توی فرهنگ اونها حق نشن این کار رو بکنن. رجبه یکی بهترین پیانیست ها که زندگیش تموم پیدا میکنه به خاطر که میخواست بچهش رو تربیت بکنه که موسیقی یاد بگیره. و خیلی اتفاق ها میافته ولی ما تو ظاهر آدم ها نمیبینیم، ولی اگر حواسمون به این نباشه میتونید تو قلب من و شما بیاد. داوود یک مرد بسیار قوی خداوند بود و بزرگترین اشتباه تو زندگیش کرد و بچه دار میشه و بعد مشکلات میانده. امون پسر داوود بود و تامر خواهرش بود و کتاب مقدس گفت از همون روز بعد شروع کرد جور دیگه نگاه کردن به خواهرش. ابسلون چیزی نگفت و از همون روزی که شنید چه اتفاقی افتاده شروع کرد به تنفر داشتن بعد به اون آدم تو قلبش. تنفر یک کلمه بسیار سنگینه اما و یک ریشه خشونت هستش تو قلب آدم. و بعضی وقت آدم ها نمیدن باید چی کار بکنم. ما خیلی وقتا میدونم خیلی راحت داوری و قضاوت بکنی ولی خیلی وقتا متوجه نمیشیم که آدم ها تو چه شرایطی هستن. نه اینکه بگم بهانه باید بیارم، برای یه داستانی رو خوندم که یک مرد همسایه به دو تا پسر که توی محل زندگی میکردن با تفنگ بادی شلیک کرده، بخاطر همین دو تا پدر اومده اونجا جلو درشون گفتن اگه یک بار دیگه این کار رو بکنی و گفتش اگه یه بار دیگه بیای زنگ در خونمون رو بزنی بتونه شلیک میکنن. و دوباره با اون اسلحه بادیش حمله کرد اونجا و پدر مادر خیلی عصبی شده بودن و رفتن اونجا و کاری که کردش درست نبود. ولی بعضی وقتا واقعا خسته میشیم از شرایطی که تو زندگی هستش. کتاب مقدس خیلی وقتا ما را راجع به تنفر بیدار میکنه و اینکه ما داوری و قضاوت نکنیم و اینکه میگه که پدران فرزندان خیش را تلخکام نسازید مبادا دل سرد بشن. یه جوونی رو داستانش رو خوندم، میخواست کسی رو خوشحال بکنه، رفت تو شهر ایستاد و شعر پدر یعقوب رو خوند و خیلی خوشحال بود. شروع کرد کاری انجام بدن و همسایه واقعا آزار میدیدن و همه فقط این شعر رو میشنیدن. دی 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 دی. اگه 10,000 بار میشنید دیوونه میشدی. بعد این پسر رو از شهر اومدن داختنش بیرون تا دیگه این کار نکنه. واقعا کاری که میخواست بکنه خوب بود ولی آدم ها رو آزار میداد با این کارش. بعضی وقتا با اینکه ما فهم کنیم وقتی که رفتار خوبی که داریم میتونیم آدم ها رو آزار بدیم و حتی با رفتار خوبمون و یا ایده های خوبمون میتونیم آدم ها رو آزار بدیم. دلیلی که من راجبش موعظه میکنم، ما میتونیم آدم ها رو آزار بدیم با رفتار خودمون. چه کسی آزادی داره نسبت به زن یا مرد خودش؟ این واقعا اتفاق میفته توی حتی تو رابطه های خوب. تون تو بچه ها تو آزار بده یا بچه هاتون شما آزار بده، شاید نمیخوان کار بدی بکنن ولی این اتفاق میفته. بچه ها آدم با پدر مادرها آزار میده. اگه حواسمون نباشه حتی
یک درخت هم میتونه بتره که به خاطر تمام شرایطی که بهش ایجاد میشه. آبسلون زده برادرش بلند نشد ولی اجازه داد که یه چیزی در قلبش شروع کنه به رشد کردن. نقطه دومی که میخوام بگم، حالا کجا برای چی عیسی مسیح اومده؟ عیسی مسیح برای گناه من و شما روی صلیب رفته. چه کسی گناه کرده؟ چه کسی عصبی بوده و عصبی شده یا تنفر داشته؟ اگر عیسی مسیح این کار رو نمی‌کرد، برای من و شما امید وجود نداشت. این بسیار عالیه که ما بدونیم فیض خداوند هستش، به خاطر اینکه ما خیلی کارهایی که کردیم، به خاطر اینکه خداوند میخواد ما رو ببخشه، خداوند اومد که ما رو به خودش نزدیک بکنه. آدم ها راه خودشون رو پیدا کرده بودن، دنبال راه خودشون میرفتن و خداوند همه کار کرد که دوباره به آدم ها نزدیک بشه، برای اینکه خداوند آدم ها رو آفریده. ولی آدم ها تصمیم دیگه رو میگیرن، ولی هدف اومدن عیسی مسیح این بود. بخشش هم یک هدف هستش. تنها مذهبی که واقعا راجع به بخشش صحبت میکنه که مسیحیت هستش. مسلمان ها یاد نمیگن که ببخشن، حتی که بگن که خداوند مهربون هستش. ولی میبینین که توی مذهبا اگه تو این کار کردی، منم هم کار با تو انجام میدم. تو این کار رو میکنی، منم هم کار با تو میکنم. دندون با دندون، چشم با چشم، اینجوری کار انجام میدم. ولی هدف کتاب مقدس چیز دیگه ایه. خداوند میخواد من شما رو کمک بکنه تا ببخشیم. خداوند میخواد کمکمون بکنه که اون رو ملاقات بکنیم و بهش نزدیک بشیم. چه کسی میخواد که واقعا رابطه خوب با خداوند داشته باشه؟ این راحت نیست. امکان داره یه چیزی اتفاق بیفته، یه چیزی بین ما و خداوند بیاد بیسته، و خداوند همیشه میخواد خودش رو به من شما نزدیک بکنه. خداوند میخواد رابطه خیلی خوب رو با بچهش داشته باشه، ارتباط خوبی داشته باشه. و همه کار برای این کرده، همه کار کرده و هزینه بالا رو پرداخت کرده که من و شما بخشیده بتونیم بشیم. چه جشن بزرگی میتونه باشه من شما بتونیم بخشیده بشیم که پدر آسمانی شما را مقصر ندونه، که دیگه شما مقصر نباشه. شما پاک شدید، خون عیسی مسیح شما رو پاک کرده از تمام گناهان، و این واقعا فیض خداوند هستش. و خداوند نیازی نبود که این کار انجام بده، ولی با عشقش برای آدم ها این کار رو انجام ده و نمیخواست که آدم ها از دست برن، و این هدف خداوند بود. و ما رو به اونجا نزدیک میکنه که عیسی مسیح چه کاری در زندگیمون کرده، و ما باید برای دیگرون این کار انجام بدین. کتاب امثال 25:21-22: اگر دشمنت گشنه است به او خوراک بده، و اگر تشنه است به او آب بنوشان. چه این گونه اخگرها بر سرش خواهی انباش، و خداوند پاداش خواهد داد. چه کسی میدونه که واقعا کسی که چشم با چشم، دندون با دندون، کسی سلام به تو نمیکنه، تو هم سلام نکنی، در این من و شما، تو به من نگاه نمیکنی، منم به تو نگاه نمیکنم. خداوند همه چیز رو تغییر میده. با خداوند میتونیم ما ببخشیم و بر جدایی ها پیروز بشیم. کسی که عصبی هستش یا خشونت در وجودش هستش، بخواد در راه فروتنی قدم برداره و کارو خوب انجام بده، و حتی نسبت به دشمنش هم باید خوب باشه، یعنی که اون فاصله دور رو کم بکنه. و کسی که متی 5:25: با شاکی خود که تو را محاکمه ببرد تا هنوز با وی در راه هستی صلح کن. لوقا 6:35: اما شما دشمنانتان را محبت کنید و با آنها نیکی نمایید، و بدون امید عوض به ایشان قرض دهید، زیرا پاداشتان عظیم است و فرزندان آن متعال خواهید بود، چه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است. توی سالهای متوالی خودم یاد گرفتم که مسیحی بودن. خیلی از شما داستان من رو میدونی، سخت بود که بخوام ببخشم. من بخشیدم، من عصبی نیستم بهش. ولی توی سالهای متوالی متوجه شدم که دوباره عصبی شدم، حالا زنگ نمیزدم،
و اجازه میدادم که بفهمن که مثلا معلوم نمیخواد، ولی احساس خوبی نداشتن و دوباره عصبی میشده و احساس میکرده که اگه نمیخواد واقعا نمیخواد در با من باشه، خب نباشه، مهم نیستش، میرم تو قفس خودم میشینم. ما اونجاست که نمیخوایم، واقعا نمیتونیم اون رفتار مسیح داشته باشیم، حتی وقتی که سال هاست که مسیحی هستیم. اینو من در خودم میبینم و این مدلی هستش. ما واقعا خداوند رو نیاز، عیسی مسیح ما رو کمک میکنه تا ما بتونیم در خداوند حرکت بکنیم و بتونیم بر چیزهایی که نمیتونیم پیروز بشیم، پیروز بشیم. و این قدرت رابطمون با عیسی مسیح هستش. لوقا 6:27، اما ای شما که گوش فرا می دهید، به شما می گویم که دشمنان خودتان محبت نمایید و با آنان که از شما نفرت دارند نیکی کنید. به عنوان یک مسیح ما باید حتی بر جهت کسی حرکت بکنیم که ضدمون هستش. ما اینجاست که بعضی وقت احساس میکنیم که استادیم میگیم که خشونت با خشونت داد بشه، مثلا رفتار مسیحی نیستش. زبونمون همه جهت حرکت میکنه، حتی کلاممون میتونه غیر خدایی باشه و روحانی نباشه و آدمها رو آزار بده. داستانی رو خوندم راجع به یک قاتل، یه مرد اوری ریورتون رئیس یک شرکتی بود که آزمایش رو انجام داد راجع به بخشش، میخواست ببینه که واقعا از نظر جسمانی چه اتفاقی میفته. آدم هایی که نمی بخشن و این رو نگه هم دارن، واقعا در وجودشون چه اتفاقی میفته. در یک روز به اون موقع رسید که مادرش جای زندگی میکرد مرده بود، مادرش رو کشته بودن. آزمایش رو که خودش داشت انجام میداد و خودش هم باش کار میکرد، این واقعا یک آزمایش بزرگه. حالا واقعا مرد چه اتفاقی برایش میفته، قلبش، فشار خونش. کسایی که واقعا نمیبخشن خیلی بیشتر عرق میکنن. فکر نکن منظورم که حالا یه بار عرق کردی واقعا نمیبخشی. تو شرایطی رفت جلو ماهیچه درد داشت و رئیس اون شرکت خودش واقعا باید وارد این آزمایش شد و چند هفته طول کشید تا تونست واقعا قاتل رو ببخشه و سریعاً تغییرات در وجودش دید و آرامش توی وجودش اومد و اینکه رهاش کرد. این دقیقا قدرت آزادی هستش. اگر ما نبخشیم، نه اینکه فقط رابطه ما با آدم ها رو خراب میکنه، بلکه رابطه ما با خداوند رو خراب میکنه. ما برای اینکه بتونیم رابطه همون رو با خداوند پاک نگه داریم، باید رابطه خودمون رو با آدم ها پاک نگه داریم. این چیزی که میگیم شاید از نظر توری ساده باشه، ولی بخشیدن سخت. همه فکر میکنم راجبش که چرا واقعا سخته که واقعا بخواییم ببخشیم. یکی از دلیل ها اینه که برای اینکه این آدم ها همش میبینیش، آدم ها دوباره میبینیش، آدمی که تو رو آزار میده دوباره اونجاست و دوباره هست و دوباره آدم رو میبینی و برای سخت میشه که ببخشیش و دوباره یادت میاد که واقعا چی رو گفته، چی کار کرده و تمام احساسات رو برمیگردونه. در سخت میشه، این خیلی سخته که یک کسی یک کار زشتی انجام بدیم، بخوایم حالا کار اشتباهی میکنه، همش بخوایم بهش ببینیم چه کسی کار اشتباهی انجام کردن، حالا روی موضوع کسی احساس خوبی نداره و بعد خیلی راجبش فکر میکنه. من برمیگرده به احساساتمون. اگه سوال بپرسم که اگه کسی هستش که شما ازش تنفر داری، نه، من کسی متنفر نیستم، برای که تنفر یه کلمه بسیار سنگین هسته، ولی ما بیشتر اوقات نه، من آدمو نمیخوام، نمیتونم باش در ارتباط باشه، سختمه. دقیقا
تو همونه، دقیقا جایگاه همون میتونه باشه، ولی کلمه تنفر استفاده نمیکنه. خیلی از آدم ها میگن که ما با هم دیگه نمیتونیم یکی بشیم، اگه ما رو راست باشیم. دقیقا تمام اینا برمیگرده به یک نقطه توی زمانهای متوالی متوجه شدم که من خودم هم که راحت نیست بخواد که اولین نفر باشی که بتونی خیلی مشکلات رو بتونی حرف بزنی. اگه احساس میکنی که حقتون نبوده، چه کسی اول نفره که بخواد اول چیز رو بگه؟ توی زندگی زناشویی خیلی راحت بتونی آزمایش بکنی. یه موقعی دعوای هست، همدیگر رو آزار میده، چه کسی اول نفره که بخواد ببخشید بگه؟ زمان میره، روزها میره، آدم هم میتونه خیلی عصبی به هم دیگه نگاه بکنه، چه کسی اولین نفره که بخواد این رو صحبت بکنه؟ راحت نیستش. اگه احساس میکنی که آزار دیدی، خیلی صبر میکنی که طرف مقابل بیاد به سجده بکنه، بگه ببخشید ببخشید، و بخواد که واقعا فیض شما دریافت بکنه و شما بگین که باشه حالا میبخشم، راحت نیست. آدم ها تجربه میکنن تمام اتفاقاتی که میفته جور دیگه براشون هستش، جور دیگه به گوششون میرسه. شما خیلی سریع میتونید اشتباه بکنین، اون چیزی که میگین آدم ها رو آزار میدین، که حالا چیزی که من میگم برای آدم ها دیگه جور دیگه هستش. وقتی بین دو نفر صحبت میکنی، دو تا داستان متفاوت میشه که حق داره من نمیدونم، بعد بین این دو نفر باشه، شما واقعا نمیدونین که آدم ها چجوری توی شرط خصوصیشون پیش میرن، چرا این اتفاق ها میفتن. این چیزها راحت نیستش. ما از نظر مسیحی میدونیم که بخشیدن مهمه، ما میدونیم که کتاب مقدس گفته، میدونیم که بین ما و خداوند یه چیزی میاد، ولی توی امتحان واقعی برامون سخته و برای همین ما خداوند رو خیلی سخت نیازش داریم. چه کسی خداوند رو نیازم؟ خداوند ما رو کمکمون میکنه. وقتی بچه هاتون بزرگتر میشن دعوا میکنن و تو هر خانواده اتفاق میفته، همدیگر رو میزنه، شما باید یاد بده بهشون بگو ببخشید، به برادر یا خواهر بگو ببخشید. با اینجوری نگاه میکنه، به برادرت نگاه کن، ببخشید. سخته. اگه بهشون یاد بده فروتن میشن و میگن که و دوباره میرم با هم دیگه بازی میکنم و همه چیز درست پیش میره. از یه جهت سخته، ولی از جهت دیگه باید این کار انجام بدید. خیلی خوبه که بخوایم این کار انجام بدیم، ولی وقتا پدر مادرها رو نیاز داریم که بتونن جهت بدن. بخشش با عنوان آزادی، با عنوان آخرین نقطه آزادی رو میاره. خانمی بودش که توی پدرش توی جنگ میمیره، عموش سر زده میشه و خیلی از آدم ها رو جلو چشماش دید و از دست داد، ولی بعد از جنگ این واقعا تصمیم بسیار قوی بود که گرفت. خواهرش و مادرش تصمیم گرفتن که دیگه راجع به این موضوع صحبت نکنیم و بخوایم به جلو بریم. همه جا روان پزشکان مشغول بودن، گفتن که باید راجبش صحبت بکنیم، گفتن نه ما به جلو نمیگونیم و هیچ وقت هم کابوس راجبش نداشتن. چه کسی که واقعا بخشش رو نیاز داره، کسی که میبخشه واقعا به خودش کمک میکنه و خودش رو آزاد میکنه. شاید ما بعد منتظر موندیم که ژاپن طلب بخشش بکنه تا کاریو که با ما کردن رو بخواد ببخشه. خیلی وقتا میخواییم کلمه ببخشید رو از کسی بشنویم، شاید این اتفاق نیفته و آدم ها عصبی میمونن، ولی این خانوم گفته که حتی اگر من کلمه بخشش رو نشنوم، من این کار رو انجام دم برای اینکه میخوام تو زندگیم جلو برم. خیلی وقتا تو شرایطی هستیم که نمیتونیم، تا یا پدر مادرتون کاری رو میکنن یا مردن، ولی باید رها بکنیمش.
یا باید راجبش صحبت بکنین تا بخوایم نشون بدیم یا بگیم که واقعا چرا این اتفاق افتاده یا احساس آزار میکنه در روحتون. چیزی که گفتم طرف مقابل شاید اصلا متوجه نمیشه، ولی ما باید اجازه بدیم که طرف مقابل به اون نقطه برسه که بخواد ببخشید بگه و یا بگه که واقعا بهش بعد این وقت رو بدیم و برای آینده بسیار مهمه. آزادی زمانی میاد که شما واقعا همدیگر رو بخشیده باشی. عیسی مسیح هم بر هم بر ما جلو رفته، کسی که آزار دید، تنبیه شد، تنها کسی که واقعا آسیب دید بدون اینکه واقعا کاری رو کرده باشه. خیلی وقتا ما بعد متوجه میشیم عیسی مسیح روی صلیب رفت ولی گفتش که پدر ببخششون برای اینکه نمیدونن دارن چی کار انجام میدن. خیلی وقتا ما سخته که کسی رو ببخشیم، ولی بعد عیسی مسیح بدون اینکه واقعا کار اشتباهی کرده باشه طرف طلب بخشش میکنه. اگه شما بتونید آدم های رو ببخشین که شما روی صلیب بردن یا ریشتون رو کشیدن، میتونید بگین که مثل عیسی مسیح فکر میکنید. بخشش بسیار قوی هستش. شما باید بگه آه باید ببخشن، آه بخاطر اینکه تو مسیح هستی و شما دعوت میکنن بخاطر اینکه میگن شما مسیح هستین باید ببخشین. بخشش چیزی هستش که به شما امید میده و وقتی که شما کسی رو میبخشید اجازه نمیدید که اون هیولا در وجود شما رشد بکنه. خداوند میدونه که داره چی کار میکنه و به خداوند میسپاری. با اومدن عیسی مسیح بخشش و نزدیک شدن به خداوند به وجود من میتونه یه وقتایی یک مشکلاتی باشه، حالا یه کسی یه حرف اشتباهی رو زده، ولی میتونه کم کم این دونه کوچولوش رو بکنه روش بکنه وقتی که بهش تغذیه اشتباه بشه. ولی اجازه بدین که خداوند ما رو پاک نگه داره و خداوند میخواد که ما رو کمک بکنه. اجازه بدین که سرمون رو ببریم پایین و دعا بکنیم. یه شعری هستش که ما میخونیم، همه دنبال عشق میگردن، خوبی نجات دهنده. این خدای هستش که ما پرستشش میکنیم. خداوند خوبه، خداوند عشق و محبت هستش و عشق و محبتش میخواد که ببخشه و این عشق نجات دهنده ما هستش و هدف خداوند بخشش بوده. بخشش یا بشارت، شهادت دادن یا پیام خوش انجیل نیستش که ما بخوایم فقط کار خوب بکنیم. ما میخوایم که کار خوب بکنیم. شما بهترین کار رو انجام میدین، شما بهترین رو برای خودت و برای خانوادت میخواید، ولی خیلی وقتا میتونه یه چیزی سر راهمون قرار بگیره، آزارها، خشونتها. اولین چیزی که آدم ها میتونن انجام بدن خودشون رو نزدیک بکنن به خداوند، با خداوند ارتباط خوب برقرار بکنه. حتی اگر هم توی سالهای متوالی کارهای خوبی انجام دادی، زمانی بوده که افتادید، زمانی بوده که ما مغرور شدیم، اگر امروز اینجا هستید و هیچ وقت با خداوند روبرو نشدین و نگفتین عیسی مسیح من رو ببخش، عیسی مسیح من رو ببخش و رو متوجه شدین و گناهان خودتون رو متوجه شدین و نگفتین که خداوند من رو ببخش، میدونن که شما روی صلیب رفتین بخاطر من، بخاطر اینکه شما من رو دوست داشتین تا من رو بتونین ببخشین. اگر واقعا میخواین این رو داشته باشین و میخواین که ا
عیسی مسیح روی صلیب رفته تا شما رو ببخشه. اگه میخواین که بخشش بخشی از وجودتون بشه و میخواین رو تجربه بکنین و میخواین فشارها رو از روشونه تو بردارین، این بسیار عالیه که خداوند فشارهای گناه رو از دوشتون برد. اگه میخواین دستتون رو بیارین بالا، دستتون رو دیدم. اگه کس دیگه هست بعضی وقتا میگه که من خوب بودم، کار خوبی کردم، ولی الان میگین که گناهکار هستم نسبت به شما، من نیاز به بخششم. اگه کس دیگه هستش دستشو بیاره بالا. برای اولین بار غرورتو بذار کنار، بگو عیسی مسیح من دستم اینجا هستش، خداوند شما رو دیده، فقط شما باید دستتون رو بیارین بالا. دستتون رو دیدم. اگه کس دیگه هستش نیاز داره که بخشش رو دریافت بکنه، برای اولین بار میخواین که با خداوند ملاقات بکنی. هدف عیسی مسیح بخشش بود. انسان ها از خداوند دور شدن. هر قوم، هر فرهنگ و هر رنگی که داری، هممون به گناه افتادیم. اگه کسی دیگه هستش عکس العمل نشون بده، شاید برگشتید به گناه و در گناه افتادیم، ولی میدونین که گناهکار هستیم. میخواین که با خداوند خوب باشین، دستتون رو بیارین بالا. اگه کسی دیگه هست دستشو بده با. روح خدا من با آدم داره صحبت میکنم. ای مسیحیان سخنم رو عوض میکنم. آمین. بخشش شاید همیشه راحت نباشه. یک داستان حساسی میتونه باشه. ولی اگه آرزوتون به این باشه، خداوند میتونه کارهای عالی انجام بده. یکی بودنمون شفا پیدا میکنه و دیوارهای فاصله برداشته میشه. بخشش میخواد که آدمها رو به هم دیگه نزدیک بکنه. حالا چه اتفاقی میفته و چجوری پیش میره، به عنوان یک مسیح شما رو دعوت میکنم که آرزو داشته باشین که با خداوند نزدیک بشین و خدا و ببخشید. مسیح اگه خداوند با شما تقسیم کرده، دستتون رو بیارین بالا، بیان جلو. اگه کسی دیگه هستش دستش رو بوده بالا، بیان جلو. خداوند قرار شما رو کمک بکنه. نیاز دارم یک به زبان اسپانی باش دعا بکنه. آمین. اگه خداوند با شما تقسیم کرده برای بخشش و اینکه شما یک خشونتی در اون وجودتون بوده، خداوند میخواد این از شما دور بکنه. زمان دعا هستش. هدف اینه که ما با خداوند نزدیک بشیم که ببخشیم. امروز شب خداوند هستش که ما رو میبخشه و این فیض بزرگ خداوند هستش. در نام عیسی مسیح دعا میکنم.
staan als je wilt. Jezus, nou, we gaan staan en in het zingen. Op u en de reden dat ik leef en de reden dat ik zing. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u en de reden dat ik leef en de reden dat ik zing. Bent u alleen. Laten we God groot maken deze morgen. Halleluja, Vader. Dank u, Vader, voor verzoening. Dank u, Vader, voor vergeving. Dank u, Heer Jezus. Halleluja, kadabosiente. شاید کسی اینجا هستین که مشکلات قلبی دارین یا فشار خونتون بالا هستش، مشکلات ماهیچه داریم، میخوام برای آدم دعا بکنم. اگه درد توی بدن داری، توی ماهیچه هاشون هست، مشکلات قلبی، فشار خون، الان زمان دعا هستش. بیاین جلو جلو خدا. من چی کنم میتونه برده بخاطر تصادفی که کرده، مشکلی داره زمانی که باردار بود یار، یک سال قبل. چه کاری نمیتونی بکنی؟ اذیتش میکنه. دست رو بذار اونجا که درد داری، بگو در نام عیسی مسیح، خدای مشکل تصادف از وجود من بردار، خود عیسی مسیح من رو آزاد بکن. دستور میدم که هر چیزی که استرس و نگرانی رو بر من میاره و ترس و درد و من همه رو میبخشم، که کسی که من رو آزاد داده و خون عیسی مسیح من رو قرار آزاد بکنه. اجازه بدیم با هم دعا بکنیمش. صدر یلر 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 یقم بابا با شری یلر یلر یوم با صدر یلر یلر همه میتونی امتحان بکنی که انجام بدی که نمیتونستی. یه بار دیگه دعا میکنه و هللویا. دانک یسوس یارا لیارا ریالا ریارا پاسو دو ریالا ریارا یاندسو پاسو تا آبا. کسی دیگه هست اگه واقعا نیاز به معجزه داری تو بدنت؟ آمین. آمین. در دعا مادر میبندیم. خدای مرسی، خدای اسم شما رو جلال میدیم. خدای مرسی که ما رو بخشیدین، ما رو ملاقات کردین. خدای مرسی بابت اینکه همه کار در زندگون کردین در این کلیسا. تمام جلال ها برای شما. در نام عیسی مسیح طلبیدم. آمین. تا موعظه بعدی در پناه خدا باشید.